میکنم ببینید چه وضعیتی داریم، یه برای بعض حقوق شما میگید. ما واقعا توی کشور بردهداری نوین داریم، صدها هزار جوان مردم رو میارن تحت عنوان شرکتی. آقا شرکتی یعنی چی؟ من هرچی فکر کردم تا امروز واقعا جزی نفهمیدم که این ران توش هست. یعنی یک کسی تو اداره مسئولی، مدیر کلی، معاون وزیر، یک کسیه یه شرکت را میاندازه، یه نفر انشالله ارورکینا پاسو میاره به اون میده، بعد اون آدم کارش اینه که یکی مثلا 6 میلیون بگیره از وزارتخانه، به اون یکی 3 میلیون بده. این 3 میلیون چرا؟ کی گفته که این 3 میلیون تحت عنوان اینکه اگر ما اونو بیاریم به کار بگیریم فردا ادعای استخدام میکنن فلان؟ بابا همین پول مستقیم بدید به خود اون شرکتی، قراردادی، نمیدونم حضور شما هر چه بود که کارگاهی، نمیدونم ساعتکاری. میتون ما پیام داریم میونه کلمتون از همین شرکتی ها که میگی من به یه کسی گفتم که بینی و بین الله پسر خودت باشه حاضر شرکتی بذاره کار بکنه. خب این کارکاری است که ما خیلی من تو برنامه ششم هر آن چه که توانستم فشار وارد کنم، واگذاری و خصوصی‌سازی و خصوصی‌سازی و واگذاری و اینا. از اون طرف میاد چی؟ از اون طرف میره یک باره میخوره به شرکت های دولتی، میره میخوره به یه شرکتی که یک باره صداش در میاد بیرون فلان مبلغ دریافت کرده. ببینید این که دریافت کرده هم مجلس مقصر هم دولت، نمیدونم میگم ما نیستیم، یعنی رأی دیگه بدون چی نبوده که فرد کرده میتونه خودش بره 200 اگر باشه دیوان ماساد میگیردش. ما باید واقعا بریم من الان باید گفتید کار کارشناسی انجام بده. ما واقعا باید سقف درست کنیم، کف درست کنیم، اما سقف و کف باید معنادار باشه. یعنی واقعا مبتنی باید یه کار کارشناسی باشه، همینجور دیمی نمیشه قیچی کنیم بگیم آقا تا اینجا باشه اینجا نباشه. پس بنابر این اصل کار رو هر کس بخواد مخالفت بکنه، یا نظام جمهوری اسلامی رو نمیشناسه، یا عدالت رو نمیشناسه، یا مردم ایران رو نمیشناسه، اصل عدالت رو قبول دارم.